سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز. شاید اسم لئوناردو جنجولی رو قبلا شنیده باشید، اما نمیدونستید داستان اون چیه. در این برنامه با ما همراه باشید تا با پرونده لئوناردو جنجولی، ترسناکترین قاتل ایتالیا، آشنا بشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. لئوناردو در سال 1894 و در منطقه مونتلا در نزدیک ناپل ایتالیا متولد شد. مادر او زمانی که تنها 14 سال داشت مورد تجاوز یک اوباش قرار گرفت و لئوناردو جنجولی حاصل این تجاوز بود. زمانی که علائم حاملگی در مادر لئوناردو نمایان شد، خانواده او به اجبار او را به ازدواج فرد متجاوز درآوردند، تنها برای حفظ آبروی خودشان. لئوناردو بعد از به دنیا آمدن و بزرگ شدن هیچگاه مورد حمایت و محبت از سمت هیچ کس قرار نگرفت و به خاطر همین مسئله بارها تصمیم به خودکشی گرفت که دوبار توانست تصمیمش را به عمل برساند، که این دوبار هم خودکشی او موفقیت آمیز نبود و مادر او در دو خودکشی نافرجام او تنها یک جمله گفت: متاسفم که هنوز زنده ای. در سال 1917 لئوناردو تصمیم گرفت با رافائل بانزاردی که یک کارمند ساده بود ازدواج کند، اما خانواده او مخالف بود و سر این موضوع پافشاری می کردند، اما لئوناردو اصلاً به حرف خانواده خود گوش نکرد و ازدواج خود را با رافائل عملی کرد. شب مراسم ازدواج مادر لئوناردو ناگهان وارد مجلس شد و با صدای بلند فریاد کشید و گفت: آرزو می کنم تمام فرزندانت بمیرند. این حرف مادر لئوناردو چنان تأثیر عمیقی بر روی او گذاشت که زمینه ساز جنایت های هولناک او شد. لئوناردو بعد از ازدواج خود 17 بار باردار شد که 10 فرزند او در سنین کودکی از دنیا رفتند و او دیگر به این مسئله ایمان آورده بود که نفرین شده است. او پیش ساحری رفت و ماجرا را به صورت تمام و کمال برای او توضیح داد و ساحر به او گفت که برای از بین بردن نفرین باید آدمهای دیگری را بکشد و خون آنها را بریزد تا آثار نفرین از زندگی او پاک شود. لئوناردو بعد از این جریان به جادوگری سیاه روی آورد و تلاش می‌کرد حرکات و رفتارهای موسوم به جادوگری را فراگیرد. زمانی که در بازجویی دلیل این تصمیم را از او پرسیدند، در جواب گفت: هر شب خواب تابوت‌های سفید را می‌دیدم که از زمین بلند می‌کنم و نمی‌دانم دارم به کجا می‌برم، و اون تابوت‌ها تابوت فرزندانم بودند. این خواب‌های شبانه آسایش خاطر و حتی خواب آرام را از من گرفته بود. دیگر شبها نمی توانستم بخوابم. با یادگیری جادوگری می خواستم که این کابوس ها را از خودم دور کنم. قربانیان او به ترتیب فاسینا سیتی، ویرجینیا کاجوبو و خانوم سواوی بودند که به بدترین شکل کشته شدند و از اجساد آنها صابون و کیک ساخته شد. پس از مفقود شدن این سه زن، پلیس به دنبال پرونده افتاد و سرنخ‌هایی پیدا کرد که همه آنها به خانه لئوناردو منتهی می شدند. پس از دستگیری او، لئوناردو اعتراف کرد که چگونه افراد را دزدیده و آنها را داخل دیگه آب جوش می انداخته و پس از جدا کردن استخوان و موها با انداختن آنها توی چاه فاضلاب از آنها صابون درست می کرده است. اما چیزی که اینجا واقعا عجیب بود این بود که این قاتل و جادوگر بیره همه این کارها را ظرف 10 دقیقه انجام می داده، که پلیس بعد از شنیدن این اعترافات به شوک فرو رفت. اما پلیس قسمت دوم اعترافات او را باور نکرد و او را به اتاق کالبد شکافی بردند تا در حضور آنها این کار را انجام دهد. نتیجه واقعا وحشت آور بود. او توانست طبق گفته های خود این کار را ظرف مدت 10 دقیقه انجام بدهد. بعد از اینکه تمامی سوالات جواب داده شد و قاتل و نحوه قتلش مشخص شد، دادگاه هنوز به موضوعی شک داشت، اینکه آیا او تنها بوده یا شریک جرم داشته. دادگاه به پسر بزرگ او شک داشت. اما به هر حال این پرونده بعد از اعترافات او بسته شد و او به 33 سال زندان و 3 سال هم در تیمارستان محکوم شد. سرانجام لئوناردو در سال 1970 در تیمارستان فوت کرد و جسد او در قبرستان مخوف و متروکه بوزولی دفن شد. ماجرای جنایات لئوناردو من رو یاد فیلم سوینی تاد میندازه. تا
درست کردن کیک و صابون از اجساد. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ در کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه های جدید ما جا نمونید.